به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر سر جهان در این برنامه میخوام بپردازم به مسئله هسته ای ایران و اینکه یک ستون نویس یهودی که در نیویورک تایمز مقاله می نویسه ایشون اومده داره میگه که ایران باید سلاح هسته داشته باشه اگر که میخواد به بلایی که حالا اوکراین بهش دوچار شده دوچار نشه یعنی بلایی که سر اونا اومده و بلایی که سر کشورهای دیگه اومده به خاطر اینکه اونها هسته ای نبودن و یا میتونستن هسته ای بشن و نشدن و الان اون کشورها در و داغون شدن بریم یک کلیپ کوتاهی رو از کاوش میدیا به شما نشون میدم بعدش هم یه نوشته ای رو میخوام بخونم که بسیار جالبه بریم این سخنان این آقای توماس فریدمن رو گوش کنیم که واقعا منطقی و معقوله من وقتی اینو دیدم بسیار پسندیدم و از ایشون از تای دل من حرف میزنه فکر کردم که اینو با شما سهیم بشم گوش میکنیم با هم دیگه ببینیم که آقای توماس فریدمن چی میگه تکلمت عن ایران و سنستفید معنا هل تعتقد انه اتفاق ایران خب این خانم خبرنگار یا جورنالیست میپرسه در مورد ایران صحبت کردید و میخواهیم از نظرات شما استفاده کنیم آیا معتقدید توافق با ایران در روزهای آینده امضا خواهد شد خب این مال همین این کلیپ مال همین چند روز اخیر هستش در رابطه با مذاکرات هستی ببینید چی میگه ایشون ایرانی فیوینه ایام المقبله I think أعتقد خب من معتقدم به احتمال زیاد توافق امضا خواهد شد حالا خوشبختانه اینا برگشتن امضا هم نشد چرا که آمریکا و ایران هر دو مایل به امضای توافق هستند. البته آمریکا الان به نفت و گاز ایران نیاز داره اونا بیشتر به ما نیاز دارن و بیشتر به توافق محتاج هستند ان الولايات المتحده تريد التوقيع على هذا الاتفاق ما هي الحال بالنسبه لايران بدي من الصعب علينا معرفه فهمیدن اتفاقات آینده دشوار است اما ایران به اوضاع اوکراین نگاه میکند توجه کنید ماذا سيحصل ولكن ايران ايران تنظر الى ماذا يحصل في اوكرانيا وتقول لنفسها و به خودش میگوید معمر قذافی معمر قذافی برنامه هستی خود را کنار گذاشت و نابود شد تخلى القذافي عن برنامجه النووي وأعظم تخلى صدام عن صدام همون سلاحی که به آن متهم شده بود گفتن سلاح شیمیایی داره متهم شده بود را کنار گذاشت و نابود شد. مهما مه كانت هذه الاسلحه التي اتهم بها ولا اعدم تخلت اوكرانيا عن اسلحه اوكرانيا هم سلاح خود را بعدا بعد از جنگ سرد کنار گذاشت و اکنون تقریبا نابود شده است. خب همه اون ها رو داد به روسیه. هسته‌ای بعد از جنگ سرد و الان يعد هی so, شبه معدومه ایدن ربما ای... بنابراین ممکن است ایران به این نتیجه رسیده که توافق به هر کجا هم که برسد ایران قد تصیلو الى استنتاج انه محما حصله مع الاتفاق نووی على المدى القصیر باید در کوتاه مدت برای ساخت بمب هستهی تلاش کند تا به سرنوشت عراق، لیبی و اوکراین دوچار نشود خب <applause> عليها العمل على الحصول على الاسلحه النوویه کیلات تواجه مصیر لیبیا او العراق او اوکرانیا <applause> خب من کاملا با این آقای توماس فریدمن موافق هستم و به این دلیل این کلیپ رو پخش کردم حالا ببینین اخباری آقای دکتر جعفری در کانال تلگرام در تلگرام کانالی دارن به نام اخبار سوریه و یه نوشته ای رو از ایشون اینجا خوندم واقعا طرف دل من رو میزنه ایشون و میخوام در واقع از دکتر جعفری نازنین که من نمیشناسم ایشون رو فقط گاهی نوشته هاشون رو در این اخبار سوریه مطالعه میکنم که واقعا ایشون وقت گذاشته و تحقیق کرده و اغلب اوقات ایشون تفکر من رو دارن بنابراین من علاقه مندم ببینم چی میگن خب ایشالا که بتونم باشون مصاحبه کنم یکی از این روزها در آینده نزدیک خب ببینین ایشون هم در رابطه با این تا گفته یا مقاله آقای تاماس فریدمن در نیویورک تایمز ببینین ایشون چی میگه تاماس فریدمن حامی رژیم صهیونیستی دارد میگوید ببینین این تاماس فریدمن تا مغز استخون صهیونیسته و در نیویورک تایمز مقاله می نویسته. خب معمولا نیویورک تایمز یا همشون تا مغز استخون صهیونیستی هستن خب ببینین چی میگه اگر ایران میخواهد به سرنوشت لیبی عراق و اوکراین دچار نشود باید بمب اتم داشته باشد همین کلیپی رو که دیدیم این حرف خیلی, خیلی خوبی است چرا ایران نباید بمب اتم داشته باشد چرا ایران نمیخواد بپذیرد که داشتن بمب اتم پایانی بر همه مشکلات است دقیقا بمب اتم که باشد همه موازه عوض خواهد شد هرچند رهبری گفتند که با بمب اتم به لحاظ شرعی مخالف هستند بله هر کجا که آب باشد تیمم باطل است درست است که کشور ما به لحاظ نظامی بسیار قدرتمند است و کسی جرأت نگاه چپ به کشور ما را ندارد اما ضرورت دارد که باید به هر شکل ممکن که شده بمب اتم داشت <تصفح> خب ایشون ب... می نویسه حالا, اگ... حالا هم اگر قدرت بازدارنده قطعی بازارنده قطعی وجود داشته باشد ارتش های مزدور غرب راه خواهند افتاد و با کمک دولت های وابسته جنگ های بیپایان در مرزهای تمدنی را شروع خواهند کرد. غرب دنبال برافروختن آتش همیشگی همیشگی جنگ در شرق است با هیچ منطقی نمیتوان تشکیل ارتش مزدورها در اوکراین را سرسری گرفت ارتش مزدورها در اوکراین همین نئو نازیا و فاشیستا و سهیونیستا هستند ساختار و توانمندی اقتصادی غرب در حال فروپاشی است و آنها به دنبال فرصت بازسازی هستند غرب هر موقع که داره ضعیف میشه و میخواد فروپاشی بکنه از نظر اقتصادی میرن دنبال جنگ الانم امریکا آمریکا هنوز از این اقتصاد شکننده 2008 که ناچار شدن 3 تریلیون دلار تو بچپونن تو شکم بانک ها که مردم خونه هاشون از دست ندن هنوز از اون بیرون نیومدن از اون افول یا از اون یه مدلی ورشکستگی برای همین دنبال ایجاد جنگ هستند. خب و این فرصت فقط در هنگام درگیری در شرق به دست می آید تحریم های همه جانبه علیه ایران و روسیه و حتی چین بخشی از این راهبرد به شمار می رود این نوشته و مطالب را به یادگار داشته باشید خب ما یادمون میمونه که دکتر جعفری چی داره میگه که من با ایشون م... خیلی زیاد موافقم و این حرفو رو جسته گریخته در برنامه هم گفتم بخش برخی از اینا رو مستقیم گفتم اگر شرق با, ما... با هم متحد نشود و ساختار جدیدی در حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مبادلات تجاری تعریف نکند غرب با کنترلی که بر این ساختارها دارد فرصت پیشرفت و قدرت قدرتمند شدن را از شرق خواهد گرفت تنها راه شرق قدرتمند شدن و دور شدن از ساختارهای ایجاد شده توسط غرب است خب از سازمان ملل گرفته تا سازمان تجارت جهانی از بانک جهانی از بانک جهانی گرفته بانک جهانی پول IMF آی تا صندوق بین پول از سویفت تا FATF ای... ای 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 این قراردادهای ننگین که برای پول زد پولشویی است و خودش و به خودشون اجازه میده اجازه میده که پولشویی بکنن و حالا و حالا و حالا جوک اینجاست که عربستان سقوطی و این سرزمین نامشروع اسرائیل نامشروع اینا دوتا از کنترل کنندگان و مدیران این FATF هستند ببینین ببینین اوضاع چقدر خرابه این دوتا کشور این دو تا یکیش که کشور نیستش جهلیه عربستان هم جلیه این دوتا اومدن شدن حالا اداره کننده یه سیستمی که قرار نیست توش پولشویی بشه خودشون از همه خودشون از همه نظر و به هر طریقی که شده پولشویی میکنن خب یک راه پولشویی چیه خرید و فروش مواد مخدره و سکس ترافیکینگ یعنی در واقع درآمدها از راه سکس و از این چیزا زنا رو میبرن این ور ور میفروشن و این داستان ها که اون اشغال اشغالگران توش مهارت زیادی دارن اون سرزمین اشغالی خب و اینها ساختارهایی هستن که در طول چند دهه گذشته توسط غرب ایجاد شد و مرکز همه آنها هم غرب است دقیقا در برابر این مسئله باید شرق ابتکار عمل داشته باشد باید قدرت تصمیم گیری در سطح کلان داشته باشد قرب بدون وجود شرق چند سال هم دوام نخواهد آورد برای اینکه تمام سو استفاده و تمام قارت رو از کشورهای شرقی انجام دادن دیگه حالا مثلا یک کشوری مثل هلند فکر کنیم ببینین این چقدر مستعمره داشته چقدر توی شرق این مستعمره داشته چقدر چاپیده و قارت کرده چقدر اینا بردهداری و برد فروشی کردن همین یه کشور فسقلی هلندو خب قرب شامل اروپا آمریکای شمالی و استرالیا می شود اما شرق هم کشورهای دیگر را در بر می گیرد باید تعریف از شرق را گسترش داد و از آمریکای مرکزی و لاتین گرفته تا آفریقا از آسیا تا اقیانوسیره را تا اقیانوسیه را در بر بگیرد روزگاری در شرق سازمان کشورهای غیر متعهد شکل گرفت که نشستایی در تهران داشتند و امروز بار دیگر نوبت چنین حرکت مهم و عمیقی از طرف شرق است تا خود را از زیر یوغ غربی ها در بیاورد شاید ادی به این حرف ها خورده بگیرن اما اگر راهی غیر از این دارند بسم الله منم میگم بسم الله بیاین یه راهی و یا یه راه چاره ای راه حلی رو توصیه کنین اگر فکر می میشود به غرب اعتماد کرد میشود با غرب تعاملی دو سویه و بر اساس احترام متقابل راهکارش رو, راهکارش رو توضیح دهند واقعیت این است که در جهان امروزی در جهان امروزی ما شرایط بسیار در جهان امروزی ما شرایط بسیار متفاوت شده است در صورت نداشتن ابتکار عمل در صورت نداشتن راهکاری برای اعمال قدرت با توجه به راهبردهای جدید امنیتی و نظامی نظامی آمریکا برای جهان آنها بار دیگر خود را بازسازی کرده و به سراغ ما خواهند آمد یعنی این آمریکا و اینایی که الان تقریبا در واقع در در راه افول هستن اینا رو اگر که جلوشون نیستیم و شرق یک کارهای اساسی انجام نده اینا دوباره قدرت میگیرن میان یه جنگی چیزی را میندازن دوباره دوباره جون میگیرن میفتن به جون شرق باید فرصت ها را قد دانست و با آن به بهترین شکل ممکن برخورد کرد ایران بیش از دو سال است که تحت شدیدترین تحریما به سر میبرد و همچنان آمریکا با تحریک صهیونیستها در تلاش است تا با ادامه تحریم ها فرصت پیشرفت از ایران را بگیرد غرب هیچ وقت دست از تحریم ایران بر نخواهد داشت این, این حرفی است که من زدم این هم به برنامه ساختم درباره برجام و گفتم اینا هرگز تحریم ها رو بر نمی دارن. پس هر برجامی که گروه مذاکره کننده بیارن این یک در واقع میخوام بگم که یک خیانت هست به منافع ملت ایران هر نوع هر نوع برجامی که بخوان بیارن برجامی که بخوان برگردن به چند درصد قنی که حرفش هست آقای امیر عم، عبداللهیان گفتن ما درباره برجامی که آقای ترام زد زیرش در اون در باره اون برجام کذایی فقط داریم مذاکره میکنیم نه چیزایی دیگه اون برجام کذایی هم قنی سازی ممیز 6 درصد خب حواسمون باشه قلب یک بار برای همیشه با خودش حساب و کتاب کند که نباید نزدیک ایران شد آنها اهل هر چیزی که نباشن اهل حساب و کتاب هستن خب من با دکتر جعفری کاملا موافق هستم خب حالا یه نکته ببینین رهبر ما اومدن گفتن که ما نمیخوایم هسته ای بشیم برای اینکه در دین اسلام سلاح های کشدار جمعی یا گروهی در واقع منع شده حرامه ولی رهبر ما هم به این واقع هستند به اهمیت سلاح هسته ای و اومدن گفتن بارها گفتن لازم باشه ما غنیسازی 60 درصد انجام میدیم 90 درصد هم میریم خب یعنی چی؟ دیگه مستقیم که قرار نیست بیان بگن ما میخوایم بریم سلاح هسته ای بسازیم ولی شما وقتی 90 درصد غنیسازی داشته باشین سلاح هسته ای هم همراهش میاد یعنی وقتی که اینا نرن برجامی رو امضا بکنن که دوباره پای جاسوسان این سازمان انرژی اتمی به ایران باز بشه اینا همشون جاسوس بودن اینها بازرس نبودن اینا جاسوس بودن تک تکشون جاسوسن جاسوس های این اشغالگرام هستن جاسوس های موسادی و سازمان های امنیتی هستن اصلا ربطی به علم و این حرفا ندارن هیچ کدومشون ممکنه که علمی هم باشن ولی اون ویژگی مهم و مختصشون در واقع جاسوسیه پای اینا به ایران با نشه خب ما ما میتونیم دارای سلاح هسته‌ای بشیم و حقمون هست و حق داریم که ازش به عنوان بازدارنده استفاده کنیم نه اینکه بخوایم استفاده بکنیم همون استفاده ای که کشورهای دیگه دارن میبرن از سلاح هستی ما،, ما یعنی از پاکستان فکستانی هم کمتر هستیم خب چرا به پاکستان کاری ندارن هر جرم و جنایتی که میکنه کارش ندارن برای اینکه میترسن برای اینکه سلاح هستی داره بنابراین من هم لازم میدونم که ما دارای سلاح هستی باشیم فقط به برای بازدارندگی همینطور که دکتر امران نظر حسین که یک فیلسوف و عالم هستش در حالا بگیم اسلام یا در فلسفه در علوم سیاسی در اقتصاد واقعا ایشون چند دکترا داره ایشون اومد گفت کلیپش رو پخش کردم برنامه ساختم ایشون اومد گفتش که سلاح هسته ای برای ایران نه تنها حرام نیست بلکه حلال هم هست برای اینکه اونا بیان بزنن مسلمان ها رو بکشن اون وقت خیلی حرومه پس بنابراین ما باید از این جلوگیری کنیم به این دلیل باید سلاح هسته ای داشته باشیم و رهبرمون هم غیر مستقیم گفتن که یعنی غیر مستقیم چراغ سبز رو دادن من اینطوری میفهمم این رو خب عزیزان من پس انشالله که ما به این سمت سو بریم و هیچ برجامی رو اینا به خونه نیارن و دنبال مذاکرات مسخره برجامی نرن و ما هم باید هسته بشیم تا از شر این شیاطین خلاص و رها بشیم دیگه حرف دیگه ای نمیمونه که دقیقا همینه من از دکتر جعفری تشکر میکنم برای این نوشتهشون و یادتون باشه عضو کانالا بشین و زنگوله رو فشار بدین لایک بکنین اگه برنامه رو دوست داشتین یادتون نره الان من امیدوارم که تا آخر برنامه ببینین که این حرف منم بشنوین نظرتون رو بنویسین برای من ارزشمنده و آخرین نکته رو که میخواستم بگم این لیوان ایران منو یادتون باشه مخصوصا میگیرم جلوی دوربین که دیده بشه سلام بر سردار دلهامون و لعنت بر تمام شیاطین جهان که اینقدر ظلم و ستم میکنن و اینقدر در واقع این جهان زیبای ما رو دارن تبدیل میکنن به یه جهنم این همه زیبایی هست این خاک قبرستون چشم این شیاطین رو سیر نمیکنه من نمیدونم که باید دربارهشون چی گفت دوستتون دارم با عشق برای عاشقان ایران خدا نگهدار